درود عزیزان دلم خوبید خوشید شادید برای تک تک شما رزی سلامتی و خوشبختی دارم دکتر شوبر هستم و در این ویدیو میخوام در مورد اینکه چگونه هم ازاله سازی کنید و هم چربی هاتون رو از دست بدید صحبت کنم اکثر مردم فکر میکنن که ورزش کردن به تنهایی با لاغر شدن میشه در صورتی که ورزش تنها مسئول حدود 20 درصد از از دست دادن چربیه و این رژیم غذایی شماست که 80 درصد از سهم کاهش چربی در بدن شما رو در دست داره من برای کاهش وزن سالم ترین سبک غذایی رو به شما پیشنهاد میکنم که خود من هم از این سبک غذایی استفاده میکنم نه فقط من که اعضای خانواده من هم سبک غذاییشون همینه این سبک غذایی چه نام داره همراهان همیشه من حتما راجع بهش میدونن رژیم کتوژنیک وقتی میگم رژیم نترسید چون این تنها تغییری در نحوه غذا خوردن شماست یعنی باید یه چیزای خوشمزه ای رو نخورید و به جای اونها یه چیزای خوشمزه دیگه رو بخورید همین اگر عضو کانال من نیستید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو روی اول قرار بدید این مهمه چون ویدیو بذارم بهتون خبر میده و از دستش نمیدید و اگر میخواید سابسکرایبتون نپره یه کامنت انگلیسی کوچولو بذارید تا یوتیوب متوجه بشه که شما کاربر واقعی هستید اگرم از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بودش حتما لایکش کنید شگفتی سبک غذای کتوژنیک اینه که نه تنها بدن شما رو به یک دستگاه چربی سوز تبدیل میکنه که اگر مشکل کبد چرب دارید اگر مشکل تریگلیسرید بالا دارید اگر احتباس مایعات دارید اگر فشار خون بالا دارید با شروع این سبک غذایی در کمتر از چند ماه با همهشون خداحافظی خواهید کرد سبک غذایی که عموم مردم در جهان دارن از 45 تا 65 درصد کربوهیدرات 10 تا 35 درصد پروتئین و 20 تا 35 درصد چربی تشکیل شده البته همین هم در کشور ما اصلا صدق نمیکنه چون اکثر مردم ما سفرهشون با نان و برنج پر شده و میشه گفت که فقط کربوهیدرات خوری میکنن این خیلی خیلی بده کربوهیدرات خوری بیرویه باعث مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو میشه. اینه که در یک سنی خدایی نکرده با یک آزمایش خون متوجه شلختگی خیلی بد در نتیجه آزمایشتون میشید. و پیش خودتون میگید که چرا؟ من که همیشه غذای سالم میخوردم چطوری اینطوری شده؟ برای اطلاعات بیشتر در این خصوص بعد از اتمام این ویدیو این ویدیوی مهم رو نگاه کنید. خب حالا سبک غذایی کتوژنیک میگه که به جای 45 تا 65 درصد کربوهیدرات بیا 5 تا 10 درصد کربوهیدرات مصرف کن یعنی بین 20 تا 50 گرم در روز و حالا که کربوهیدرات رو کمش کردی به جاش 70 تا 80 درصد چربی مصرف کن و 10 تا 20 درصد پروتئین الان شاید خیلی از همراهان جدید من سوال براشون به وجود بیاد که آقای دکتر ما قراره چربی کم کنیم مگه میشه با چربی خوردن وزن هم کم کرد کبد چرب رو درمان کرد. بله، معلومه که میشه. دقیقاً مسیر درست و سالم این کار هم همینه. چون مشکل چاقی و اضافه وزن، کبد چرب،, چرب، تریگلیسیرید بالا، پف صورت، قبقب بزرگ، شکم و پهلوی بزرگ، بازوهای چاق، قند خون بالا، دیابت نوع دو، همه و همه زیر سر همین کربوهیدرات ها و تکرر مصرف کربوهیدرات هاست. حالا تو همه این سالها به علت آگاهی نداشتن هر روز بارها و بارها نان خوردید برنج خوردید قلات خوردید به علت وجود فایتیکسید آهن روی و کلسیوم رو از دست دادید برای همینه که تبلیغ این مکمل زیاد شده با مصرف برنج ویتامین های بی در بدنتون تخلیه شدن برای همین هر روز تبلیغ به کامپلک و به دوازده رو میبینید و میشنوید حالا چرا اومگا 3 اینقدر تبلیغ میشه و مشهوره به دلیل اینکه سبک غذایی همه شده کم چرب و تمام کربوهیدرات و چربی هم که هست امگا 6 هست و روغن های گیاهی که طی ده ها فرایند پیچیده زیر کلی فشار و حرارت و تخلیه قرار می تا تصفیه بشن که خودش عامل اصلی التهاب در بدنه و شروع زنجیره ابتلا به سرطان خبر خوش این ویدیو اینه که شما میتونید هم وزن کم کنید هم بافت ماهیچه‌ای بسازید و هم سلامتیتون رو به دست بیارید چطوری بریم سراغش هرچه کربوهیدرات کمتر مصرف بشه کاهش وزن بیشتر خواهد بود اما کربوهیدرات ها انسولین رو که یک هورمون آنابولیکه تحریک میکنن یعنی هورمونی که باعث رشد و ساختن چیزی میشه برای همین خیلی از ورزشکاران و سازان میگن که سبک غذایی کتوژنیک برای ماهیچه ساختن خوب نیست چون اصلش مصرف کربوهیدرات کمتر از 50 گرم در روزه حالا من به شما میگم که برای ساخت ماهیچه کربوهیدرات خودتون رو افزایش ندید و به جاش کمی پروتئین بیشتر مصرف کنید پس کربوهیدرات رو زیر همون 50 گرم در روز نگه دارید اما پروتئین رو به 220 گرم افزایش بدید منظورم وزن خود گوشته این کار شما باعث افزایش انسولین و گلکاگان میشه. دقت داشته باشید که مصرف پروتئین بیش از حد میتونه سرعت کاهش وزن شما رو کاهش بده. پس میزانی که گفتم رو رعایت کنید و بسته به بدن خودتون رفته رفته کمی افزایش بدید پروتئین رو تا مقدار کمی انسولین بیشتر به مایچاب برسه و در همون موقع گلکاگان هم افزایش پیدا میکنه تا بهتون در چربی سوزی کمک کنه. دو نکته کلیدی برای سرعت بخشیدن، افزایش و حفظ بافت ماهیچه وجود دارند. یکی شدت ورزش و دومی حجم اون ورزش. چون اگر سبک غذایی کتوژنیک رو انجام بدید و در این حال هیچ ورزشی نکنید، درسته که وزن کم کنید، خوبم وزن کم کنید اما دیگه بدون ورزش بافت ماهیچه ای ساخته نمیشه و حتی ممکنه بافت ماهیچه ای هم که همین الان دارید از حجمش کاسته بشه. با ورزش باید حواستون به ریکاوری باشه. اگر بیش از حد ورزش کنید و زمان برای ریکاوری ندید خوابتون کم باشه به جای ساخت ماهیچه همون بافت ماهیچه ای رو هم از دست خواهید داد. نکته جالب اینه که ورزش توان این رو داره که هورمون رشد رو تا هفت برابر تحریک کنه و این عالیه چون همین هورمون رشد به شما کمک میکنه از بسازید. برای ورزش کردن به انرژی نیاز دارید که اینجا چربی که در بدنتون ذخیره شده و چربی که مصرف میکنید وارد عمل میشه و برای شما انرژی تامین میکنه چون با قدم گذاشتن در سبک غذای کتوژنیک سوخت بدن شما از گلوکوز به کیتون تغییر میکنه که این یک سوخت کاملا ترجیحی همراه با سبک غذای کتوژنیک و ورزش کردن روزه متناوب هم میشه داشت در این نوروز مصرف آب مجاز. روزه متناوب قوی ترین چیز برای کاهش وزنه چون به طور چشمگیری انسورین شما رو پایین میاره و اگر به طور مداوم روزه بگیرید میتونید پروتئین بیشتری مصرف کنید چون به بدن خودتون فرصت و زمان این رو میدید که پروتئین بیشتری رو هضم کنه وقتی روزه میگیرید شما دارید هورمون رشد رو تا 20 برابر تحریک میکنید این 20 برابر رو مقایسه کنید با 7 برابر در ورزش کردن تفاوت زیادیه نه پس وقتی روزه میگیرید یک جهش بزرگ در هورمون رشد دریافت میکنید و هورمون رشد در ازول سازی به شما کمک فوق ای خواهد کرد با روزه گرفتن یک اثر صرف جویی در پروتئین هم به وجود میاد و این یعنی بدن شما از پروتئین ماهیچه‌ای خودش به عنوان سوخت استفاده نخواهد کرد پس با این کار از ماهیچه‌ای ساخته شده هم محافظت میکنید تعدادی از همراهان من که در سبک غذایی کتوژنیک هستند مشکل احساس خستگی دارند حل این مشکل بسیار ساده است در تمام سلول های شما پمپ سودیوم پوتاسیوم وجود داره که انرژی الکتریکی رو براتون فراهم میکنه شما به نمک دریایی به همراه پوتاسیوم و منیزیوم نیاز دارید تا الکترولایت های مورد نیازتون رو به دست بیارید و اگر این کار رو نکنید انرژی شما کاهش پیدا میکنه و شما نمیتونید ورزش کنید چون ازولات شما الکترولایت کافی ندارن. پتاسیم چگونه تامین میشه با مصرف کلی سبزیجات و داشتن یک سالاد بزرگ خیلی لطف میکنید اگر این ویدیو رو برای دوستان و عزیزانتون ارسال کنید تا دست به دست هم به دیما آگاه سازی کنیم برای اینکه بدونید چی باید بخورید این ویدیویی هستش که همین الان باید برید سراغش دوستتون دارم مراقب هم دیگه باشید اونجا میبینمتون